اگر تا چند سال پیش مسئولان جمهوری اسلامی درباره مسئله آب ساکت بودند و میگفتند همه کارها روی روال هست، اما الان بالاترین مقام محیط زیستی کشور میگوید که بزرگترین دغدغه و مسئله فعلی ما مسئله آب هست. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی کابینه های سازندگی و اصلاحات، که خودش یکی از مجریان طرحهای کشاورزی بود که آب بسیاری مصرف میکرد، اینک به عنوان رئیس سازمان محیط زیست با دیدگاه انتقادی نسبت به دولت و کاری که در طول این چند دهه انجام شده نگاه میکنه. کلانتری در گفتگوی اخیرش با شبکه خبر به صراحت بزرگترین مشکل کشور رو مسئله آب اعلام میکنه. آقای کلانتری برنامه ریزی های مختلف در ارتباط با حوزه های گوناگون سازمان حفاظت محیط زیست. اولین سوال، اجازه بدید که ازتون بپرسم که مهمترین اقدامی که در سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادید یا قصد انجام اون رو دارید چی هستش؟ بالاخره ما باید الهم فلهم بکنیم برنامه هامونو. امروز بیشتر از هر چیزی مسئله آب کشور رو تهدید میکنه. هم کمبود آب و هم زیاد مصرف کردن از حد معقولم. و فلزا چون در محیط زیستم در گذشته به علت اینکه وزارت نیرو مسئول سیاست‌های آب بوده و نظارتی بر کار آب نبوده، محیط زیست کمتر به این مسئله توجه کرده. لذا یکی از مسائل اساسی محیط زیست کشور امروز مسئله آب هست که ما خودمون رو باید وفق بدیم با اون مقداری که باید مصرف کنیم. مسائل بعدی پشت سرش خاک هست و هوا هست و تمیزی هوا و پسماندا و اینا در حوزه مدیریت های انسانی و طبیعی هست و همینطور حفاظت از منابع ژنتیکی حیات وحش، هم از جانوری و گیاهی. لذا من فکر میکنم قاعدتاً باید با اولویت در مورد آب توجه به مسئله بشه که کشور با کمبود شدید آب از یک طرف و از طرف دیگه با مصرف زیاد آب روبروست. آبهای تجدیدپذیر ما الان زیر 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یه زمانی حدود 40 سال پیش، 50 سال پیش اینا 132 میلیارد. یعنی 42 میلیارد متر مکعب آبهای تجدیدپذیر ما، یعنی بارش منهای تبخیر و استفاده استاندارد بین المللی از این آبها 40% در دنیا و بیش از 40% خطرات زیست محیطی عدیده ای رو به وجود میاره. متاسفانه در ایران ما حدود 88 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم و آخرین آمار وزارت نیرو اینه که 97 میلیارد متر مکعب مصرف داریم. یعنی به جای 40% ما مصرفمون 110% در کشور و تازه این فرق هم میکنه. مثلا در خراسان رضوی بالای 130%، در حوزه دریاچه ارومیه مثلا 69% و این خطرات بسیار بسیار جدی رو همین الان تهدید میکنه. ما دیگه نمیتونیم بگیم در آینده. هم کشاورزی ما رو تهدید میکنه، هم تمدن ما رو تهدید میکنه، هم حیات وحش ما رو تهدید میکنه، هم پوشش گیاهی ما رو تهدید میکنه. فلزا آب مهمترین مسئله زیست محیطی امروز کشوره. طبیعتاً یکی از بزرگترین مسائل در کشور ما در حال حاضر ریزگردها هستند. کلانتری درباره ریزگردها به مسئله اشاره میکنه که شاید مقامهای مختلف وزارت نیرو در سالهای اخیر سعی کرده باشند پنهانش کنند. درسته که تعداد کمی از کانون‌های ریزگرد در داخل کشور هستند، اما سهم اونها از افزودن ریزگردها به هوا بسیار بیشتر از چیزی است که اونها دربارش گفتند. ببینید، ریزگردهای ما یه منشأ داخلی داره، یه منشأ خارج از کشور داره. بررسی‌هایی که سازمان محیط زیست انجام داده، از 28 مرکز تولید ریزگرد 24 تاش خارج از ایرانه که ایران رو تحت تاثیر قرار داده. 4 تاش در جنوب ایران هست، در منطقه خوزستان، که این 4 تا حدود معادل 10 تای خارج از کشوری ها ریزگرد تولید میکنه. یعنی اون 24 تا اگر 24 واحد تولید کنه، این 4 تا چیز در رو 10 واحد تولید میکنه. ما دو تا کار همزمان باید با هم داریم انجام میدیم. یکی این که مهار ریزگرد ها با منشأ داخلی و یکی
ریزگردهای خارجی. خارجی ها رو با دیپلماسی، با هماهنگی با کشورهای همسایه عراق، سوریه و بخشی از اون از عربستان میاد. داخلی ها بخش عمدهش بخصوص در خوزستان و ایلام، مناطق خوزستان هست. در این حال که برخی دریاچه ها و تالاوار هم داریم که خوش شده محلی ریزگرد ایجاد میکنن. مثلا بختگان خوش شد. بختگان از زمانی که صد ملا صدرا به ثمر رسید، بهره برداری شد، یواش یواش دیگه آبی واردش نشد. یا ریزگردهایی که در منطقه سیستان و بلوچستان بخصوص در منطقه زابل، هامون سیستان ایجاد شده. اینا رو انشالله، البته ریزگردها یک شبه به وجود نیامده که یک شبه بشه برطرف کرد، ولی برنامه‌ریزی داره میشه که بتونیم مهار کنیم بخصوص در وهله اول ریزگردها و منشأ داخلی. این برنامه‌ریزی‌ها از کجا شروع خواهد شد برای ریزگردهایی که منشأ داخلی دارن؟ در شرکت‌های 4 برابر داخلی. بله، عمده ریزگردهایی که چه از خارج و چه از داخل کشور ما رو تهدید می‌کنه، متأسفانه حتی باتلاق‌های خوش شده نیست، کمتر اونها هست. اراضی هست که شخ می‌زنن، مثلا در منطقه اونطور که من اطلاع دارم یزیدی ها یا ایزدی های عراق صدها هزار هکتار اراضی رو شخ میزنن، نمی کنن جهت تصرف. اینها باد خاک اینا رو بلند میکنه، این میاره به سمت ایران. یا در جنوب خوزستان هم ما همینو داریم، بخشش از تالاب های خوش شده است، بخش کمش، ولی بخش زیادیش اراضی است که شخ میزنن ولی کش نمیشه به هر دلیل، به دلیل نبود باران. و اینا منشأ اصلی ریزگردهای کشور ماست که به دنبال این هستیم که انشالله به تدریج مهار بشه. و اما مهمترین مسئله که باید بهش اشاره کنیم این هست که هنوز مدیران ارشد وزارت نیرو نگاهشون برای ذخیره سازی آب، مهار آبهای سطحی از طریق سدسازی هست. سدسازی های بیرویه ثابت کردند. ثابت شده که سدسازی های بیرویه در کشور ما باعث به هم خوردن نظم طبیعی آب و خاک شده و طبیعتاً در طی دهه‌های آینده شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود، مگر اینکه مدیریت جامعی بیاد و غلط‌های گذشته رو اصلاح بکنه و بتونه جبران کنه بخشی از خطاهای گذشتگان رو. مهمترین مسئله این هست که باور کنیم ذخیره‌سازی آب میتونه به انواع مختلف صورت بگیره. شهروندان خودشون میتونن با یادگیری سیستم‌های سطوح آبگیر باران بخشی از آب مصرفی خودشون رو از طریق جمع‌آوری آب باران تهیه کنن. کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قدرت محدودی برای بهتر کردن وضعیت آب در کشور داره. به هر شکل باید توجه کنیم که او در چند سال اخیر به واسطه مسئولیتش در ستاد احیای دریاچه ارومیه تلاش کرده به داده این دریاچه برسه، اما در عمل دیده ایم که سطح دریاچه خیلی بالاتر نیومده، چرا که بودجه لازم به این مجموعه به موقع داده نشد و بسیاری از سطح‌ها رو به موقع باز نکردن تا آبشون وارد دریاچه بشه. به تالاب‌های خوش شده کشور اشاره کردید، بختگان رو مورد تاکید قرار دادید. حالا ما ببینیم که سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از خشک شدن تالاب‌ها یا برای احیای تالاب‌هایی که خشک شدن چه قرار هست انجام بده؟ ببینید، تالاب‌هایی که خشک شدن حقابه اینا رو با بستن سدا کشاورزا بردن، یعنی توسعه کشاورزی شد. همیشه تالاب‌ها و دریاچه‌ها با سیلاب‌ها زنده‌ن. از زمانی که ما سدها رو زدیم، سیلاب‌ها رو مهار کردیم، آب‌ها تنظیم شد، دیگه هیچ آبی رو اجازه ندادیم به مقصد نهاییش که دریاچه‌ها و تالاب‌هاست برسونیم. همش مصرف توسعه کشاورزی کرد. اگر ما بخوایم تالاب‌هامون زنده باشه، حقابه‌هاش رو باید بهش برگردونیم. مثلا دریاچه ارومیه طبق حقابه‌ای که وزارت نیرو بهش تخصیص داده 2,580,000,000 متر مکعب در سال حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه است. خب حداکثر 700,000,000 متر واردش میشد در 10-12 سال و 15 سال گذشته. معلوم بود دریاچه ارومیه چقدر مثلا آب داشت. در اپتیمومش حدود 20 میلیارد متر مکعب. سالی 2 میلیارد بهش ندادیم، 10 سال خوش میشه. تبخیر سر جاش هست، آبی وارد نمیشه. تالاب‌های دیگه هم همینه، بختگان هم همینه. زمانی که سد دروزن به تنهایی بود، خب یه سرریزی داشت میرفت به بختگان. با
بالا دستش سد دیگری ساختیم دیگه هیچ سرریزی نداره. همه آبها صرف توسعه کشاورزی شده، حقابه تالاب‌ها رو گرفتیم ما. هامون هم همینه، یه بخشیشو در افغانستان گرفتن، یه بخشیشو با احداث به اصطلاح چانیمه چهارم. دیگه به هامون ما آبی نرسوندیم. جازموریان همینه، گاوخونه همینه، نمیدونم خوشبختانه تالاب هورالعظیم داره احیا میشه با توجه به تفاهماتی که با وزارت نفت شده، با توجه به حقابه‌ای که از سد کرخه بهش میرسه. الان من فکر میکنم که مشکل هورالعظیم حل بشه، ولی بقیه دریاچه ها و تالاب ها همه رو حقابه ها شما با بستن سدها و تنظیم سیلاب ها چیزی به اونا ندادیم، خب معلومه خوش میشه. و در نهایت توسعه کشاورزی در واقع یکی از دلایل، بله، یکی از مسائلش توسعه بیش از حد کشاورزی بود که ما خواستیم که تولیداتمون اضافه بشه به صورت موقت، در ازاش ما محیط زیستمون از بین برد. کلانتری مقابل مافیای آب بایستی بیسته. آیا این کار راحتی است؟ متاسفانه خیر. مسئله اینه که باید دیدبانی بشه این سیاست‌های آبی کشور، به این منظور که هر کاری رو که در مناطق مثلا مردم و وزارت نیرو خواستن دیگه نمیتونن سر آب در بیارن، هر جایی دلشون خواست آبها رو مهار کنن مصرف کنن. علت خشکی تالاب‌های ما این بوده که حقابه‌های این تالاب‌ها و دریاچه‌ها رو ما به اونا ندادیم، با بستن صدا سیلاب ها رو جلوش گرفتیم و تالاب ها و دریاچه ها خوش شد. ما اگر حقابه هاشون رو میدادیم کسی مغایر مخالف صدسازی نیست، ولی چون رعایت نکردیم عواقبش گریبان همه مردم از جمله کشاورزان رو گرفته. تزریق به سفره های زیرزمینی روز به روز کمتر شده، برداشت روز به روز اضافه شده. الان تزریق سفره‌های زیرزمینی ما سالیانه کمتر از 20 میلیارد متر مکعب مستقیم هست، با بازچرخانیش چیزی در حدود 30 میلیارده، ولی برداشت ما در سال 52 میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی است. یعنی ما الان سالیانه حدود بیش از 20 میلیارد متر مکعب کسری سفره‌های زیرزمینی رو داریم. یا آب‌های سطحی همینطوره، ما الان چیزی نزدیک بیش از 42 میلیارد متر مکعب از چشمه ها و آب‌های سطحی داریم استفاده میکنیم و توان آبی کشور این مصرف رو به ما نمیده. ما اگر طبق عرف بین الملل بخوایم از آب استفاده کنیم، 90 میلیارد متر مکعب ضرب در 40% حد اکثر میشه 36 میلیارد، در حالی که 97 میلیارد داریم استفاده میکنیم. و این باید تنظیم بشه، این باید جلوی تخلفات گرفته بشه. همین الان بیش از حدود جمعا 15 میلیارد متر مکعب آب غیر مجاز توسط چاه‌ها برداشت میشه که 8 میلیارد متر مکعب اون رو چاه‌های مجاز غیر مجاز برداشت میکنن، اضافه برداشت میکنن، و 7 میلیارد متر مکعب چاه‌های غیر مجاز برداشت میکنن. اینا همه مسائلی است که کشور رو با بحران شدید داره روبرو میکنه. یعنی مصرف بیش از حد آب که عمدتاً در بخش کشاورزی است، حالا طوری شده که ارتباط بهره‌وری و استحصال اصلا گسیخته است. یعنی ما نمیتونیم بگیم با افزایش بهره‌وری مصرف آبمون رو کم میکنیم. اگر منتظر اون روز باشیم همه آبهای کشور تموم شده است. از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که کلانتری باهاش روبرو خواهد بود، رویارویی او با خودش هست. چرا که زمانی که وزیر کشاورزی بود خواستار خودکفایی ایران در عرصه‌های کشاورزی بود، خواستار افزایش تولید بود، خواستار توسعه طرح نیشکر در خوزستان بود. طرح توسعه نیشکر آسیب‌های فراوانی به خوزستان زده. حالا او به عنوان رهبر محیط زیستی ایران بایستی مقابل کلانتری سابق بایسته. این کار ساده نیست. تا درودی دیگر.